همیهنان گرامی، درود بر شما. افرادی هستند که هر وقت صحبت می کنند فضا رو آکنده از عشق و محبت می کنند. در صحبتاشون حسن نیت هست و انسان از اونها می آموزه. این افراد در تاریخ جایگاه رفیعی دارند، مثل دکتر محمد مصدق. اصلا مهم نیستش که چه طرز تفکری یا چه گروهی رو نمایندگی می کنند. این افراد خوشقیمی هستند که صحبتاشون و نظراتشون آکنده از عشق به ایران، انسانیت و دوستی و صلح. برعکس، افراد دیگری هستند که وقتی صحبت می کنند فضا رو متعفن می کنند، غیر از دشمنی و جنگ و خشونت چیز رو به یاد انسان نمیارن و اینها آدم‌های بدخیمی هستند که از صحبتاشون غیر از بوی خون و کشتار و جنایت چیزی بلند نمیشه. یکی از اینها حجت الاسلام فلاحیانه، وزیر اطلاعات و شریک جنایت‌های آقای هاشمی رفسنجانی. این شخص هر وقت در مجلس صحبت میکرد و هر موقعی که در محافل خصوصی صحبت میکرد همیشه طلبکار بود و یک فضای رعب و وحشت رو بر اون مجلس حاکم میکرد. خود او جنایت‌های زیادی کرد، خیانت‌های زیادی کرد، هم به زن و بچهش، هم به کشورش، هم به اون چیزایی که بهش معتقد بود. و نه تنها خود او دستش آغشته به خونه، بلکه پسر او هم در خیابان کسی رو کشت و نشان داد که فرزند همون پدر هست. حجت الاسلام فلاحیان جانشین برحق یک جنایتکار دیگه است، پرویز ثابتی، مقام امنیتی زمان شاه. ثابتی در زمانی که در مستر کار بود، از فکر میکنم اواخر دهه 30 تا سال 1357 که اخراج شد از سواک، یک شخصیتی بود که همیشه صحبت او که میشد خشونت، کشتار، قتل، زندانی سیاسی به یاد انسان آورده میشد و همینطور جنایت او در خیابان شارژور، در خیابان شاه، در اون کفاشی شارژوردن که گویا یک کسی به خانمش مطلق گفته بود و او اون شخص رو در روز روشن با گلوله کشت، کشتار زندانیان سیاسی بیژن جزنی و یارانش که به بهانه فرار از زندان در پای دیوارهای اوین تیرباران شدن، همه اینها از شاهکارهای این جنایتکار بزرگ پرویز ثابتی هست. اخیراً آقای ثابتی در یکی دیگر از برنامه‌های ضد جبهه ملی و ضد ملی صدای آمریکا به نام افق، در گفتگویی برای پرموت کردن و معرفی کتاب آقای عرفان قانعی فرد صحبت‌هایی رو کرده که واقعا مشمئز کننده است. درست مثل خودش، شخصیتش، صورتش، این صحبت‌ها مشمئز کننده است. یکی از صحبت‌هایی که کرده این استش که شکنجه در زمان شاه آنقدر نبوده که در زمان دکتر محمد مصدق بوده، بدون اینکه هیچ دلیلی بیاره، بدون اینکه هیچ سند و مدرکی ارائه کنه، این حرف بیمورد رو زده. صحبت دیگری که او کرده در مورد زنده یاد غلامرضا تختی است، کسی که افتخار ایرانه، کسی که شرافت و مردانگیش بر هیچ کس پوشیده نیست، او نماد مردانگی، نماد جوانمردیه و هیچ کس نمیتونه این رو از او بگیره. و این جنایتکار کثیف پرویز ثابتی آمده و در صدای آمریکا گفته که تختی خودکشی کرد و دلیل خودکشیش هم این بود که ناتوانی جنسی داشته. اگر این حرف ثابتی درست باشه، پس نشون دهنده اون استش که ساواک شاه تا تمام اتاق خوابهای مردم رو کنترل میکرده، چون این اطلاعاتی نیستش که کسی داشته باشه. اما این حرف دروغیه، حرف
مزخرفیه و فقط از یک جنایتکاری مثل ثابتی برمیاد، کسی که دست به کشتار اون همه آدم، دست به شکنجه اون همه زندانی سیاسی زده باشه، مسلمه که دروغ گفتن براش کوچکترین کاره. تختی فرزند برومندی داره به نام بابک که در ایالت نوادا زندگی میکنه. او ناتوانی جنسی نداشت بلکه افسردگی داشت و افسردگی رو هم رژیم شاه برای او درست کرده بود، برای اینکه وقتی که تختی به میدانهای ورزشی میرفت این شعار که سلطان تخت ایران کیه، غلام رضا تختیه، بر همه جا پخت و افکن بود، به خصوص در زمانی که برادر شاه غلام رضا پهلوی در اون سالن‌های ورزشی حضور داشت. کسی او رو تحویل نمی گرفت ولی تختی رو همه ستایش می کردند، او در قلب مردم جا داشت. رژیم پهلوی این رو بر نتابید و او رو حتی از رفتن به میدان‌های ورزشی محروم کرد، شرایط شغلی رو براش سخت کرد و او رو به افسردگی کشاند. و حالا مشخص نیست که ساواک او رو کشته یا خودکشی کرده، اما اگرم خودکشی کرده دلیلش افسردگی بوده که اون رژیم برای یک قهرمان ملی، یک مدال آور مسابقات جهانی و المپیک و مظهر جوانمردی این محیط افسرده براش درست شده بود و او در هتل اتلانتیک تهران یا خودکشی کرد یا به قتل رسید. ولی به هر حال مسئول مرگ تختی هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که رژیم پیشین بود، که به جای تجلیل از او، به جای برآوردن خواسته هاش، به جای کمک کردن به زندگیش، او رو روز به روز محدود و محرومتر میکرد تا اینکه قهرمان به زندگی خودش پایان داد یا به زندگیش پایان دادن. صدای آمریکا متاسفانه این حرکاتی که بر علیه جبهه ملی انجام میده حرکات جدیدی نیست. چندی پیش آقای هوشنگ امیراحمدی رو آورد و ایشون احمدی نژاد رو با مصدق مقایسه کرد. این برنامه هم در همون ردیفه. خیلی باعث تأسفه که صدای آمریکا تبدیل شده به یک پایگاهی برای کوبیدن نهضت ملی ایران و از این امکاناتی که دولت آمریکا براش در نظر گرفته شده فقط برای کوبیدن نهضت ملی و پرمود کردن یک گروه خاصی، حالا یا نایاکس یا عناصر ضد مصدقی هستند یا حتی افرادی هستند که به هر حال با جمهوری اسلامی سر و سری دارن، رو ازش استفاده میشه. من فکر میکنم که باید به اون بورد آف گاورنر نامه نوشت و این شکایت رو به اونها کرد که این بودجه عظیمی که دولت آمریکا در اختیار این برنامه گذاشته به چه صورتی داره مصرف میشه. در برنامه امروز گفتگوی داریم با دوست عزیزمون آقای فرزین بستجانی در مورد این برنامه‌ای که صدای آمریکا پخش کرده. بستجانی با درود بر شما، نظرتون چیه در مورد این مصاحبه برنامه افق در صدای آمریکا؟ درود بر شما و درود بر تمام بینندگان برنامه جبهه ملی ایران. عرضم به حضور شما که آقای بیژن مهر، من دورادور در جریانات سیاسی اجتماعی ایران مثل تمام کسانی که در این تبعیدگاه زندگی میکنن، من هم نیز در جریانات هستم. عرضم به حضورتون که بنده این مصاحبه رو دیدم، کتاب رو نخوندم و من از آقای ثابتی انتظاری بیش از این نداشتم، ولی اگر انتظارات ما رو برآورد میکرد و مسائل ناگفتنی رو در 75 سالگی مطرح میکرد باعث خوشحالی میشد. اما اونجایی که یک نفر آدمی به آقای قانعی فرد آقای عرفان خان، ایشون که خودش رو محقق تاریخ میدونه و خودشون رو تاریخ نگار و تاریخ نویس میدونه و یه چند سالی هم در این تعبیدگاه ما ایشون هم پیداشون شده، البته ایشون به ایران هم رفت آمد دارن آقای بستجانی. بله ایشون در رفت آمد هستن. نوع صحبتی رو که این کدان کد محقق تاریخ میکنه بسیار 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 باعث تأسف است، که امیدوارم محققان دیگه چه اینگونه برخورد نکنن که از نسل جوان ایران در دانشگاه های تامی بیرون اومدن. ایشون یک
جریانات سازمان‌های شریک‌های فدایی خلق رو تروریست می‌دونه، برای امنیت ملی می‌دونه، در حالی که جوانانی بودن بنابر فشارهایی که در ایران موجود بود شورشگر شدن، عصیانگر شدن. میشه با روش‌های اینها مخالف یا موافق بود، ولی این رو باید نتیجه سرکوب اون رژیم بسابرد. دو، ایشون شاپور بختیار رو که نمایندگی یک کیفی از میلیون ایران رو میکرده و میکنه، سعی کرده نشون بده که ایشون عوامل انگلیسی هستن و عوامل سازمان های جاسوسی هستن، و آخرش هم میگه با صدام حسین همکاری کرده و برای علیه مردم ایران. سه، ایشون جبهه ملی رو برخورد بسیار نادرستی به جبهه ملی میکنه و برخورد به میلیون دیگه میکنه، و به طور کلی اپوزیسیون موجود رژیم جمهوری اسلامی رو ایشون سعی میکنه برخورد بکنه و سرکوب بکنه و تخته بکنه و تخریب بکنه. ایشون به جای اینکه ساواک رو در این مدت کوچکی که موجود بود، همه میدونن که این ساواک شکنجه کرد، این ساواک دست قطع کرد، این ساواک سوزوند، این ساواک زندانی کرد، و من در این مصاحبه چیزی که متوجه شدم از آقای ثابتی و آقای عرفان قانیفت اینجوری بودش که مثل اینکه شاه بیشتر دموکرات بوده تا آقای ثابتی، و آقای قانیفت یک نوع به نظر من در واقع اگه نگم در ادامه خط همون ساواک است. برای اینکه در ایران اتفاقی که آقای بیژن مهر افتاده این استش که جمهوری اسلامی سر ساواک رو زد و پایینش هم زد، ولی این وسط کل این سیستم که موجود بود، کادرایی که موجود بود که من معتقدم هنوز با آقای ثابتی احتمالاً در تماس هستن، همون کادرای ساواک ساوامای جدید رو تشکیل دادن و امروز ساواما تحت عنوان ساواک قدیم و ساوامای امروز مشغول در واقع سرکوب مردم ایران و سرکوب اپوزیسیون هستش و تخریبگر اپوزیسیون هستش. از این محققین زیاد هستن که هنوز با ساواما یا ساواک سابق در ارتباط هستن و برای سرکوب جنبش مردم ایران. بسیار سپاسگزارم آقای بستجانی از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم. خواهش میکنم. سلام. بعضی ها در تاریخ جایگاه رفیعی دارند، مثل دکتر محمد مصدق. دو رژیم تمام وقت سعی کردند که چهره او را مخدوش کنند، اما نتونستند. اون دو رژیم که هیچی، این جنایتکاران بی سر و پا و بی وجدان مثل ثابتی و این محققینی که بیشتر کارشون در خدمت جمهوری اسلامی هم هست، نخواهند توانست که این کار رو انجام بدن. بعضی ها جاشون در زباله‌دان تاریخه. تاریخ رو بخونید، پیدا کردنشون کار سختی نیست. و بعضی ها هم جاشون نه در زباله‌دان تاریخ، بلکه در فاضلاب تاریخه، مثل فلاحیان، جانشین برحق پرویز ثابتی. با پوزش از اینکه این برنامه رو به این جنایتکاران اختصاص دادیم، با سپاس از توجه شما به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه، پاینده ایران.